خب دوستا، الان امروز داریم میریم طرف دشت و یک فضا و یک طبیعتی که خلاصه یک کمک آرامش داشته باشه. خب این آرامش به یمن قدوم ولی نعمت ما امام زمان که امروز عید ولادتش است. الحمدلله ما شما تنان هم دیگه جمع شدیم، داریم میریم تا در یک فضای کاملا دور از دغدغه و دور از مشکلات و دور از گرفتاری ها ما که هستن، یک فضای آرامش بخش کنار هم دیگه انشالله باشه. جشن ولادت آقای امام زمان علیه السلام گرده هم دیگه ما در دل طبیعت بگذرانیم. گلاب و عطری، امید و نسلی، ولی عصری تو، ولی عصری تو. گلاب و عطری، امید و نسلی، ولی عصری تو، ولی عصری تو. من که گه گه داره زهری نیم شبی قرعه به نامی زدم، من کجا دیدن آن ساقی گل، چهره کجا، خجلم زان که فقط لاف غلامی زدم، خجلم تو را می دیدم، چون این دور گناه نمی چرخیدم. چقدر نسبت به امام زمان علیه السلام، من خودم را میگم، معرفت داریم، چقدر امام علیه السلام را میشناسیم. چرا که وقتی یک شناخت نباشه، خب شما هر چی صدا بکنی خلاصه اصلا جالب نیست، اصلا فرمسال درست در نمیه. الان ما نسبت به امام زمان علیه السلام چه معرفتی داریم؟ آیا معرفت سوال است در حد امی است که ما بفهمیم که امام زمان علیه السلام در کدوم سال به دنیا آمده، اسمش چیه، لقبش چیه، کنیش چیه، اسم پدرش چیه، اسم مادرش چیه؟ در همین اندازه معرفت کفایت میکنه به نظر شما؟ آیا ای معرفت کفایت میکنه یا خیر؟ اون معرفتی که باید نسبت به امام داشته باشی. الان ما بحث شخص امام، همون شناخت تذکره ای، داخل یک تذکره چی چیزا برد می نویسن؟ نامت می نویسه، خلاصه تخلصت، نام پدرت، آفرین، اینا رو می نویسه. من یادداشت گرفتم اینجا، میخوام با شما شریک بکنم، زیباست. امام علیه السلام، حالا ما میایم بحث تذکیره ایش میخوایم بگیم، اشاره بکنیم، بعد موضوعات دیگر هم صحبت میکنیم در رابطش. امام علیه السلام چقدر زیباست، ما بهش میگیم حضرت مهدی علیه السلام، امام مهدی علیه السلام، صاحب الزمان میگیم بهش. خب اینا همه اسم اصلی آقا، همنام کی است؟ آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما بر ما سفارش شده که در دوران غیبت چیکار کنین؟ اسم آقا را بر زبان نیارید. جدا جدا برای ما اشاره شده که باید گفته شد میم ه میم دال، تا که انشالله حضرت ظهور بکنه. خب اسم حضرت هم چی است؟ فهمیدیم هم نام آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. القاب آقا، القاب زیادی داره. یکی از لقب هاش هم پیشتر اشاره کردم چی است؟ مهدی. مهدی به معنای هدایت یافته است. ای هم چی است؟ لقب امام است. بعد
بقیت الله، صاحب الزمان و صاحب الامر، اینا لقب های آقاست. آقا کنیه هایی هم داره، کنیه هاش هم یکی از کنیه هاش کنیه ای است که برای آقا رسول الله هم استفاده میشد. چی است؟ ابوالقاسم. آفرین. یه هم کنیه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یک کنیه دیگه هم داره، بهش میگن ابو صالح یا ابا صالح، ابا صالح المهدی وقتی میگن، این کنیهش است. بعد پدر آقا امام زمان علیه السلام کی بوده؟ یازدهمین امام، حضرت امام حسن العسکری علیه السلام. و امام زمان علیه السلام نهمین فرزند از نسل کی است؟ امام حسین علیه السلام است. خب تا اینجاش شناختیم. حالا مادر حضرت کیه؟ اسمش چیه؟ نرجس خاتون. ازدواج حضرت نرجس خاتون با امام حسن العسکری علیه السلام داستانش طولانی است، خیلی یک داستان زیبایی داره. امام زمان علیه السلام در 15 شعبان مثل امروزی در سال 255 هجری قمری به هنگام اذان صبح به دنیا آمد. در کجا؟ در کدام شهر؟ سامرا به دنیا آمد. اهمیت معرفت امام به کجاست؟ او جایی که آقا رسول الله چی میفرماین؟ همه بلدین الحمدلله. چی میگن؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس امام زمان خودش را نشناسه به مرگ جاهلیت خواهد مرد. حالا من یک ایج اشاره بکنم، از امام، از آقا رسول الله پرسان کردن که مرگ جاهلیت چیه؟ گفتن مرگ جاهلیت مرگی است که قبل از اسلام مردم جاهل بودن، نادان بودن. حالا ما و شما که الحمدلله دورانی هست که از علم و اینا دور نیستیم. خلاصه مطلبی که بحث معرفت خیلی مهمه. نشناسی امامت را مثل یک نمونه بیایم بگم، مثل شمر. شمر در زمان امام زمانش حضور داشت، ما و شما هم در زمان امام زمان ما حضور داریم. امام زمان او کی بود؟ امام حسین علیه السلام. همه، میخوام اینو به خاطر چی میگم؟ اینو به خاطر میگم همه کارهای خوب و ثواب و همه واجبات تا که انجام بدی امام تا نشناسی صفر. من مات، اینو نمیگم، حرف آقا رسول الله است. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. امام باید تاییدت بکنه. یوم ندعو کل، در قرآن داریم یوم ندعو کل اناس به امامهم. یعنی چی؟ در روز محشر قیامت مردمان هر زمانی با امام زمان خودشان محشور میشن. از موتو پرسان میکنم مهدی فاطمه چی کار کردی؟ از موتو پرسان میکنه که چقدر به فکر ما بودی؟ یا صاحب الزمان تمام دلخوشی معیه که فرمودن اصحاب المهدی و شبابون، یعنی اصحاب مهدی، یاران مهدی همه جوانن. امام زمانم، منم جوانم، عمر من در حال سپری شدن است. چه وقت می آیی؟ الان من اینجا متن آماده کنم. ببینین زرتشت در کتاب جاماسب نامه چی میگه؟ دین را به جهان رواج دهد. کیو میگه؟ منجیشان را میگه. خب عقیده رو ببین، منظوری که میخوام الان بذاری اشاره بکنم، میگه دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگ دستی را ریشکن سازد، ازدان را از اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر، هم گفتار و هم کردار گرداند. اینا حتی به منجی باور دارن. اصلا بحث منجیگرایی و اعتقاد به موعود از کجاست؟ همه قبول دارن، همه ادیان مذاهب. مثلا یهود چی میگه؟ میگه در آخر زمان پدید خواهد آمد. ما شما ممیر قبول داریم دیگه، درسته یا نه؟ و با سیطره بر جهان پادشاه جهانیان خواهد شد. حکومت عدل الهی، یک امام و یک خلیفه در تمام دنیا چیکار میکنه؟ حکومت میکنه. و به عدل و داد حکمرانی خواهد کرد. پیامبر چی گفت؟ گفت فرزند و مهدی زمانی چیکار میکنه؟ ظهور میکنه که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه و او آقا وقتی آمد
دنیا رو چیکار میکنه؟ پر از عدل و داد میکنه. یهود هم همین گپ میگه. چی میگه؟ و به عدل و داد حکمرانی خواهد کرد. همه ستمگران و شریران را نابود میکند. فقیران و صالحان را رهایی بخشد و وارث زمین خواهد کرد. بعد مسیحیت هم یک اشاره کرده، میگن کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته، بردارید و شما مانند کسانی که انتظار آقاید خود را میکشد. ببینید اینا هم به یک اعتقادی دارن. حالا خود اسلام در سوره توبه آیه 33 میفرماید که اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد تا آن را بر هرچه دین است فائق گرداند، هرچه مشرکان را ناخوشایند است. ناخوشایندم باشه براشون چی؟ فرقی نداره، امامت میایه و ظهور میکنه، حتما هم میایه. همه ادیان قبولش دارن و ما هم قبولش داریم. حالا این نظر ادیان بود، من اشاره کردم. حالا بحث دیگه اینجاست، بین مذهب تشیع و دیگر مذاهب اسلامی آیا تفاوتی وجود داره یا نه؟ یک تفاوت کوچک من فقط همیشه میخوام اشاره بکنم. تنها تفاوتی که هست، او هم البته برخی از کتب اهل سنت با ما هم فکرن، اما یک تعداد کتب اهل سنت اشاره کردن که امام زمان علیه السلام را، ما عقیده داریم که امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری قمری در 15 شعبان ولادت کرده و به دنیا آمده و الان در پس پرده غیبت به امر خدا چی است؟ غائب است و زنده است و او حاکم جهان است. و بحث غیبت را هم قبول داریم، طول عمرش هم قبول داریم، چرا که حضرت نوح هم طول عمری داشته، چرا که حضرت عیسی هم الان در آسمان هاست. خب این قبول داریم. اما دیگر مذاهب اسلامی چی میگن؟ فقط میگن که امام زمان علیه السلام ولادت نکرده، مثلا به دنیا هنوز نیامده، فقط در امی اندازه. آرزو میکنم که بیایی، چشمان همه ما منتظران به جمالت منور گردد. اللهم عجل لولیک الفرج. یه که میخواد ظهور بکنه انشاءالله چه هدفی داره؟ هدفش چیه؟ پیشتر اشاره کردیم، تشکیل دولت کریمه، یا میتونیم کاملترش رو بگیم حکومت واحد جهانی به قول شما سرتاسری. خود حکومت واحد جهانی الان خود عبارت همه چیز میفهمانه به انسان. یک خلیفه و یک فرد مثال امام در تمام دنیا حکمرانی میکنه. و عد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي استرضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. الان به خاطر بفهمیم، من یک ترجمهش میخوانم و چهار تا وعده‌ای در داخل ای آمده گفته شده. ترجمهش چیه؟ میگه خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده داده است. خدا که با کس شوخی نداره، مثل ما و شما که فرمسال نیست که امروز یک وعده ای بده پس فردا خلف وعده بکنه خدای نخواسته. خدا که همچین شوخی با کسی نداره، نعوذ بالله. وعده داده است که حتما آنان را در زمین جانشین دیگران کند، همان گونه که پیشینیان آنان را جانشین دیگران کرد و قطعا دینشان را که برای آنان پسندیده به سودشان استوار و محکم نماید و یقینا ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت کند. میبینی چقدر زیبا میشه؟ الان مثلا هر کسی در هر جای دنیا باشه، بخواهی نخواهی به هر ترتیبی باشه، یک ترس و خوفی از یک جاهای خلاصه بر خودش داره، بخواهیم نخواهیم همچی چیزی هست، این طبیعته. تا جایی که فقط مرا بپرستند،
فقط خدا پرست در تمام دنیا و هیچ چیزی را شریک و هیچ چیزی را شریک من نگیرند. الان داریم دیگه، گفتیم دیگه، ادیان مختلف از هر چیزی میپرستن. و آنان که پس از این نعمتهای ویژه ناسپاسی ورزند در حقیقت فاسقند. خب حالا بیا ببینین، چهار تا وعده داده شده و امیر بگیم و انشالله باز روز جشن یک سرودی هم بخوانیم و خلاصه فیض بریم از این فضا. میگن که وعده اول دولت و حکومت جهانی است. الان شما بیاین ببینین در تمام جهان چقدر کشور وجود داره و چقدر حاکم و چقدر فرمثال دولت های درست شده، ترتیب داده شده. هر دولتی هم فرمثال تکمیل نیست، بخواهیم نخواهیم. دوم، دینی را که خدا از او راضی است. الان گفتیم دیگه ادیان مختلفی هست، اما دینی را که خدا از او راضی است که خلیفۃ الله حاکم او باشه، او وعده داده شده یکی میشه در تمام دنیا. سوم، خیلی زیبا، خوف و ترس اینا همه تبدیل میشن به چی؟ امنیت. تبدیل میشن به امنیت. طوری که فکر یک خانوم جوان از شرق عالم بخوای بره به غرب عالم، در صورتی که تنهاست و تمام وجودش از طلا و جواهرات مثلا پر باشه، هیچ کسی به سر سوزنی به او ضرر نمیزنه، هیچ ترسی و هیچ خوفی او خانوم نداره. حکومت عدل الهی است. چهارم، در روی کره زمین همه مردم چیان؟ خدا پرستن. وقتی حکومت یکی باشه، خلیفه و امام یکی باشه، امنیت سرتاسری هم که هست، همه خدا پرستن. هیچ دینی دیگری و هیچ شرکی وجود نخواهد داشت. این لحظات دقایقی را که واقعیت امر تفقهی در دین و در معارف بوده، از ما به احسن وجه به کرمش قبول بکنه انشالله. اجدا بهار عمرم گذشت و اما نیامدی، بیا مهدی جان، بیا با آمدنت جهان را منور کن، بیا مهدی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا. اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج.